Today's A Journey Through Aesthetic Realms will be presented in Persian with subtitles in Arabic, Alexis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Russian, Thai, and Spanish. با درود به بینندگان محترم، به برنامه سفری به عوالم زیبایی خوش آمدید. مایه افتخار ماست که امروز یک هنرمند معروف جهانی رقص باله را به شما معرفی نماییم. وی طراح رقص و صاحب نظری برجسته است که به احیای باله ایرانی کمک نموده است. سوپریم مستر تلویزیون با آقای نیما کیان، هنرمند حرفه‌ای رقص باله، گفتگویی داشت. آقای کیان معرف فرهنگ و هنر ایرانی در اروپا و سایر نقاط دنیا بوده اند. نیما کیان در تهران متولد شده و در سن 18 سالگی به سوئد مهاجرت نمود و در آکادمی باله گوتنبرگ تحصیلات خود را در زمینه رقص کلاسیک و مدرن آغاز نمود. بعدها وی تحصیلات خود را در مرکز رقص اینترنشنال روزلا های تاور در کن فرانسه ادامه داد. آقای نیما کیان از آن زمان مقامی ارجح در میان استادان برجسته رقص و فرهنگ خاورمیانه داشته است. ایشان انستیتوی باله معتبری را در اروپا بنیانگذاری نموده و اکنون سرپرستی چندین انجمن فرهنگی را بر عهده دارد. او همچنین مقالات متعددی را به چاپ رسانیده و انجمنهای آنلاینی را آغاز نموده که منبع رجوع ارزشمندی برای مطالعات و پژوهش‌های دانشگاهی در رابطه با رقص ایرانی به ویژه باله ایرانی می باشند. اکنون لطفاً به مصاحبه ما با مهمان ویژه من آقای نیما کیان توجه فرمایید. با سلام و تشکر از اینکه وقتتون رو به ما دادین آقای کیان، اولین سوال من درباره این که چطور شد که شما باله رو به عنوان هنر و بعداً به عنوان حرفه انتخاب کردید؟ با سلام به شما و خدمت بینندگان برنامه تلویزیونی شما و تشکر از دعوتتون. خدمت شما عرض بکنم که علاقه به هنر باله و کلاً رقص در من از نونهالی وجود داشته. در نوجوانی به این هنر با دیدنش در تلویزیون علاقه‌مند شدم. پس شما در ایام کودکی باله رو شروع نکردید، در زمان جوانی در خارج از کشور به طور کلی رقص باله رو شروع کردید؟ بله بله، هیچ مؤسسه برای تدریس و تحصیل باله در ایران وجود نداشت. بله. در آثاری که به وجود میارید آیا از سبک خاصی پیروی میکنید؟ بله، و اون سبک باله است. میدونید رقص انواع مختلف داره. رقص های محلی یا فولکلور هست، رقص های عرض به حضور شما جاز هست، رقص مدرن هست و باله هم یکی از انواع رقصه که از قضا مادر همه انواع رقص میتونه به حساب میاد، چرا که زبان تکنولوژی باله یک زبان علمیه که در بقیه سبک رشته‌های مختلف رقص ازش استفاده میشه. همه آثاری که زیر سقف سازمان باله ایران به وجود میاد همه پیرو این سبک باله هستن، حالا یا باله مدرن یا باله کلاسیک. و در سازمان باله ایران به طور مستقیم اگه بخوام مثال بزنم رقص فولکلور اجرا نمیشه، بلکه اگر بخوای از رقص‌های فولکلوریک ایرانی استفاده بکنیم این آثار، این سبک‌های رقص فقط الهام بخش اون اثری هستن که ما با یک تم فولکلور اجرا میکنیم. آقای نیما کیان با پایه‌گذاری مؤسسه رقصشان با عنوان سازمان باله ایران هنر باله میهن خیش را در غرب احیا نمود.
شما مؤسس سازمان باله ایران هستید. در مورد اهداف بنیان این سازمان برای ما توضیح بدید. سازمان باله ملی ایران قبل از انحلال در ایران به عنوان یک سازمان شناخته شده فرهنگی و هنری یه ایرانی در سطح بین‌المللی فعالیت میکرد. من بعد از اینکه تحصیلاتم رو در رشته باله تموم کردم و چند سالی هم به عنوان رقصنده مشغول به کار بودم، علاقه وافرم به فرهنگ ایران باعث شد تا به این فکر بیفتم که این سازمان منحل شده و از دست رفته رو به عنوان یک میراث هنری ایرانی بازسازی بکنم. در طی اون زمانی که سازمان باله ملی ایران در تهران و همچنین در سطح بین‌المللی فعالیت داشت، آثار کلاسیک زیادی به روی صحنه برده شد که همگی برگرفته شده و میشه گفت تقلیدی از آثار کلاسیک غربی بود، ولی همچنین آثاری به وجود اومد با الهام از فرهنگ ایران، به طور مثال باله سیمرغ یا باله بیژن و منیژه. و هدف من از بازسازی این سازمان یا بنیانگذاری سازمان باله ایران در خارج از کشور زنده نگه داشتن همین میراث فرهنگی بود. مرسی. شما در چه کشورهایی تا حالا برنامه اجرا کردید و با چه استقبالی روبرو شدید؟ با سازمان باله ایران از زمان تأسیسش در سال 2002 در اروپا و آمریکا برنامه اجرا کرده، کشورهای مختلف، و استقبال که بسیار عالی بوده، همیشه استقبال بسیار عالی بوده و سازمان باله ایران، همه کارکنان و دستاندرکارانش واقعا افتخار میکنن به اینکه تونستن این فعالیت فرهنگی رو از زمان تأسیسش ادامه بدن. و شاید خیلی بجا باشه اینجا از بینندگان و کسایی که سازمان رو میشناسن و برنامه ما رو دیدن از استقبالشون واقعا تشکر بکنن. آیا شما در رقص هاتون برای بینندگان پیام مخصوصی میفرستید؟ آثاری که من به وجود آوردم همش حاوی یک پیام هست. گهگاه این پیام عرفانیه، چون حول و حوش یک مسئله عرفانی تدارک دیده شده، خلق شده. گهگاه این پیام اجتماعیه، مثل اثر زن که در مورد تساوی حقوق زن و مرد هستش. گهگاه این آثار خدمت شما عرض کنم حماسیه، مثل باله کاوه آهنگر که با الهام از شاهنامه فردوسی درست شده. شما رقصی با الهام از عرفان ایرانی طرح کردید؟ بله بله، یکی از موضوعاتی که من برای به وجود آوردن آثار جدید باله استفاده کردم موضوع عرفان هست که به دفعات به این موضوع من رجوع کردم و تا به الان من 4 اثر با الهام از عرفان ایرانی به وجود آوردم که اولیش بزم عاشقان بود با 18 رقصنده و آخریش هم برنامه بود که در سالن لوگان هول لندن اجرا کردیم به نام مولانا مولانا. وقتی برگردیم مصاحبه ایمان را با آقای نیما کیان، هنرمند باله و طراح رقص ادامه می دهیم. لطفاً با سوپریم مستر تلویزیون همراه باشید. مجدداً به برنامه سفری به عوالم زیبایی در سوپریم مستر تلویزیون خوش آمدید. به ادامه برنامه ایمان که مصاحبه با هنرمند برجسته رقص باله آقای نیما کیان می باشد می پردازیم.
شما همچنین بنیانگذار مرکز پژوهشی رقص‌های ایران و خاورمیانه هستید. اهداف و دستاوردهای این مرکز پژوهشی چی بوده؟ خدمت شما عرض بکنم، من در طول فعالیتام در این سالهایی که گذشت به این نتیجه رسیدم که شناخت حتی بسیار جزئی هم از باله در غرب نسبت به فعالیت‌هایی که در این زمینه در کشورهای خاورمیانه و بالاخص ایران شده زیاد نیست. من حس می‌کنم به این خاطر که هیچ مرجعی من نتونستم پیدا بکنم که در اون مراجع از سازمان باله ملی ایران یا باله ملی آذربایجان یا فعالیت‌های دیگه‌ای که در این زمینه در کشورهای مختلف و خاورمیانه شده بود ازش نامی برده بشه. هدف به وجود آوردن این مرکز پژوهشی رقص ایران و خاورمیانه این بود که مرجعی ساخته بشه برای مراجعین پژوهشگران جوان، به خصوص نسل جوان که میخوان راجع به این رشته بیشتر بدونن، و تعداد پژوهشگرای ایرانی تونم خدمتتون عرض بکنم که اصلا کم نیست. ما مراجعین زیادی از ایران داریم، دانشجوهای بسیاری که در رشته موسیقی تحصیل میکنن همچنین علاقمند به باله و رقص هستن و به این مرکز پژوهشی مراجعه میکنن و از مراجعی که اونجا در اختیارشون گذاشته شده برای پژوهش‌های بیشتر و پایان نامه نویسی حتی استفاده میکنن. آقای کیان، لطفا از طرح رقص جوان اروپا برای ما تعریف کنید و افراد غیر ایرانی که در این طرح شرکت کردن به چه انگیزه‌ای علاقمند شده بودن؟ بله، طرح رقص جوان اروپا در پاییز سال 2007 معرفی شد و برای اولین بار اجرا شد و هدف اون گردآوری جوانهایی از کشورهای مختلف، از ملیتهای گوناگونه که در زمینه رقص فعال هستند. ولی این پروژه، این تر هدفی غیر از تمرین رقص و تولید یک اثر هنری دنبال میکنه. این یک پروژه فرهنگی و همپیوندیه. ما میخوایم تفاهم رو بین این جوانهایی که از کشورهای مختلف میان ایجاد بکنیم. ما در پی فقط تولید یک اثر هنری نیستیم و فعالیت‌های دیگه‌ای در این پروگرام یا برنامه‌ای که تدارک دیده شده تحت عنوان رقص جوان اروپا برنامه ریزی شده و اجرا میشه. استقبالی که این جوان‌ها که از کشورهای مختلف میان، از ژاپن، مکزیک، خدمت شما عرض بکنم آرژانتین، فرانسه و کشورهای مختلف، استقبالشون بسیار خوب بوده و یک علتش این بوده که این موقعیتی رو سازمان در اختیار اینا گذاشته تا با رپرتوار یا آثار انتخابی کار بکنن که ریشه در شرق داره. کلن در رپرتوار جهانی باله آثاری که با الهام از شرق باشه خیلی زیاد نیست. کلن تلفیق باله کلاسیک با رقص شرق چگونه در کارهای شما ممکن شده؟ آثاری که زیر مجموعه سازمان باله ایران به وجود میاد همگی برگرفته شده و الهام گرفته شده از فرهنگ ایران و کلن شرقه. در انتخاب موضوع و همینطور موسیقی، در نوشتن لیبرتو یا داستان برنامه، طبیعتاً هم علاقه ویژه‌ای نسبت به مسئله وجود داره و هم برنامه ریزی کلی انجام میشه. از لحاظ تکنیکی هم وقتی که باله رو طراحی میکنیم از حرکاتی که در رقص‌های ایرانی وجود داره، مثل رقص فولکلور ایرانی، رقص‌های محلی ایرانی، هم استفاده میشه برای اینکه خیلی ناآشنا نباشه این موضوع و تکنیک باله با همدیگه نامانوس و ناآشنا نباشه. اینه که این ترکیب به این صورت هم از لحاظ تکنیکی و هم از لحاظ موضوعی امکان پذیر شده. در ماه مارس 2008 برنامه ویژه‌ای در لوگن هال لندن به مناسبت دستاوردهای هنری آقای نیما کیان در طی سه دهه اخیر برگزار شد.
بیش از 1000 نفر علاقمند در این جشن شرکت داشتند و قدردانی خود را با 24 بار تشویق ایستاده نشان دادند. شما ارتباط باله و به طور کلی ارتباط هنر را با صلح بین المللی چطوری میبینید؟ آیا ارتباطی وجود داره اصلا؟ در جواب سوال شما باید خدمتتون عرض بکنم که 100% همه گونه فعالیت‌های فرهنگی من جمله فعالیت در زمینه و رشته رقص میتونه منجر به ایجاد تفاهم بشه. کلن فرهنگ، ارتباط فرهنگی تفاهم ایجاد میکنه و تفاهم باعث این میشه که مردم در صلح و صفا زندگی بکنن. بله، به اعتقاد من فرهنگ نقش بسیار زیادی بازی میکنه. فعالین فرهنگی که من جمله میتونن هنرمندها باشن که هستن، اینا نقش بزرگی میتونن ایفا بکنن و شکی ندارم که این فعالیت های فرهنگی حتی لازم هست تا زمینه یک تفاهم بزرگ و بیشتری رو بین آدم ها با فرهنگ های مختلف به وجود بیاره. لطفاً برای ما از برنامه های آیندتون تعریف کنید. والا فعالیت های فعلی و میشه گفت آتی سازمان باله ایران به طور کلی معطوف و متمرکز شده به روی طرح رقص جوان اروپا، به خاطر اینکه این طرح بسیار مورد استقبال قرار گرفته، مورد استقبال بین المللی قرار گرفته و اهدافش همخوانی کامل داره با اهدافی که خود سازمان باله ایران دنبال میکنه. آثاری که در نظر گرفته شده که با کمک و تحت نام طرح رقص جوان اروپا به روی صحنه ببریم، مثل آثار گذشته طبیعتاً با الهام از فرهنگ و هنر ایران، از تاریخ ایرانه. در آینده نزدیک انشاءالله اطلاعات بیشتری در خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیونی خواهیم گذاشت. آنچه که زمانی در ذهن جوان هنرمند آقای نیما کیان فقط یک رویای دور بود، اکنون به موفقیتی بزرگ مبدل شده است. آقای نیما کیان، به خاطر حضورتان در برنامه ما متشکریم. امیدواریم که در حین اینکه به ترویج صلح جهانی از طریق زبان جهانی هنر و فرهنگ مشغول هستید، تمامی پروژه‌های هنریتان از رحمت پروردگار برخوردار باشند. از همراهی شما با برنامه امروز سفری به عوالم زیبایی متشکریم. برنامه بعدی گیاهخواری شیوه اصیل زندگی است که پس از اخبار قابل توجه پخش خواهد شد. لطفاً با سوپریم مستر تلویزیون همراه بمانید. آرزومندیم که عشق و نور بیکران آفریدگارمان ایامتان را منور سازد. Thank you for joining us today on a journey through aesthetic realms. Up next is vegetarianism, the noble way of living, after noteworthy news. Please stay tuned to Supreme Master Television. May your days be guided by the infinite light and love of our divine creator. For more details, please visit www.supremastertv.com/AJAR.